سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. امروز دقیقاً 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. 60 روز تعیین کننده. در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رقیب دموکراتش جو بایدن در گرد همایی‌های حزبیشان سعی کردند دیگری را به نوعی به ناکارآمدی و ناتوانی در اداره کشور متهم کنند. جو بایدن تلاشش را کرد که تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره کرونا را برجسته کند در وضعیتی که آمریکا یکی از بدترین دوره‌های همه‌گیری و به تبع آن مشکلات اقتصادی در تاریخ را تجربه می‌کند. دونالد ترامپ بیشتر روی اعتراضات در پی کشته شدن جورج فلوید تاکید کرد. تلاش رئیس جمهوری آمریکا این بود که به رای دهندگان بگوید جو بایدن نمی‌تواند نظم و قانون را برقرار کند. روز به روز 2 ماه آینده تعیین کننده خواهد بود. آرای خاکستری، آرای مردمی که هنوز تصمیم قطعی نگرفتند، مهمترین عامل در این انتخابات است و نکته جالب این که نظر آنها، کسی که آنها انتخاب می‌کنند، مستقیم و غیر مستقیم روی زندگی همه ما فرسنگ‌ها دورتر تأثیر خواهد داشت. امشب درباره انتخابات آمریکا صحبت می‌کنیم و 3 میهمان داریم. آرش قفوری با ماست، تحلیلگر کارزارهای انتخاباتی آمریکا از واشنگتن. باز هم از همین شهر فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل همراه ماست و امین صوفیامه، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا هم همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. اجازه بدید از شما بپرسم آقای قفوری، گرچه که در انتخابات پیشین ثابت شد که خیلی هم نمیشه روی نظرسنجی های قبل از انتخابات حساب کرد، اما الان این نظرسنجی ها چی با ما میگن؟ آیا به نظر شما اینها رو این بار میشه بنز کافی جدی گرفت؟ والا هنوز 2 ماه مونده و 4 تا مناظره انتخاباتی و بهتره که اگر بخوایم پیشبینی بهتری داشته باشیم اون زمان داشته باشیم برای انتخابات. اما در مورد اینکه الان وضع چطوره، خب آقای ترامپ یه مقدار عقب هست از آقای بایدن و شانس پیروزیشون تقریبا 30% برای آقای ترامپ و 70% برای آقای بایدن، با تفاوت بین 7 تا 8% در سطح نشنال. حالا استیت به استیت هم باید بررسی بشه، ولی فعلا وضع آقای بایدن بهتره. آیا صوفیامه شما چی فکر میکنید راجع به این اتفاقاتی که ظرف 1-2 هفته اخیر شاهدش بودیم؟ صحبت هایی که در نشست های در واقع حزبی 2 نفر برگزار شد. بله، جمهوری خواهان تلاش دارن که این انتخابات رو تبدیل بکنن به اصطلاح یک نبرد و ستیزی بین امنیت آمریکا و همچنین هرج و مرج طلبان، و اینکه بسیاری از این هرج و مرج و آشوبی که به وجود اومده بیشتر در ایالاتی انجام شده که در به واسطه دموکرات ها اداره میشه، به هر حال این زمینه باورپذیری رو برای عموم جامعه آمریکا به وجود میاره که دموکرات ها سعی دارن از تنش های نژادی استفاده بکنن برای زدن ترامپ و برای اینکه نشون بدن که ترامپ به اصطلاح عامل دامن زدن به این تنش های نژادیه. ولی اتفاقا مشکل دموکرات ها همینجاست، اینکه مسئله نژادی به اندازه کافی نمیتونه عامه مردم آمریکا رو تهییج کنه و پای صندوق های رأی بیاره و اونا رو قانع کنه به دموکرات ها رأی بدن. به نظر شما چی میتونه؟ یکی اقتصاد اول، و اینکه امروز در خبرها اومده بود که سازمان پیشگیری از بیماری های عفونی اعلام کرده که اول نوامبر این واکسن کرونا به اصطلاح به بازار میاد و این میتونه به اصطلاح یک گیم چنجر یا تغییر پارادایم و بازی باشه برای انتخابات، و این میتونه امید به وجود بیاره که اقتصاد به وضعیت پیشا کرونایی برمیگرده، که اقتصاد آمریکا بسیار بسیار خوب بود و میزان دستمزدها بسیار بالا رفت، اونم ناشی از مکانیزم بازار، نه دخالت دولت، و بسیاری از رنگین پوستان و اقلیت‌ها اتفاقا از این رونق اقتصادی سود بردن. من آماری رو دیدم که به اصطلاح تایید ترامپ میان سیاه‌پوستان و اسپانیایی تبارها چیزی نزدیک 40%، و این بیشتر به خاطر همون وضعیت اقتصادی که ترامپ وجود داره، و وقتی این واکسن به بازار بیاد این امید به وجود میاد که وضعیت اقتصادی از دوباره خوب میشه و ترامپ میتونه هم امنیت رو به وجود بیاره و هم
وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه. خانم پزشک ارزیابی شما چیه؟ حقیقتش رو بخواهم من مطمئن نیستم که مسئله واکسن چقدر بتونه تاثیرگذار باشه، به دلیل اینکه این خبری که امروز اعلام شد این هست که قرار بدون اینکه فاز سوم واکسن امتحان شده باشه واکسن به بازار بیاد اگر اشتباه میکنم. بنابراین حتی مسئله بهداشت عمومی از اونجایی که الان سیاسی شده به نظر میاد بیشتر از اینکه تاثیرگذار باشه میتونه به شکافهای بین مردم در کشور دامن بزنه. الان امریکا یک کشور بسیار دو قطبی هستش و خب آقای ترامپ تلاش کرده که این مسئله مدیریت دوران کرونا رو با تغییر روایت به سمت نظم و قانون و اتفاقاتی که الان در این چند وقت اخیر افتاده تغییر بده، ولی هرچی به سمت انتخابات نزدیکتر بشیم و خب تبعات کرونا اگر دوباره با نزدیک شدن پاییز برگرده و آقای ترامپ نتونه که کنترل بکنه، خب آوردن خبر یک واکسنی که اون وقت از طرف مقامات بهداشت عمومی هم لزوما تایید نشه نمیدونم چقدر میتونه موثر باشه. از طرف دیگه خب آقای ترامپ با یک کاندیدای طرفه که مردم میشناسنش و فکر میکنم آقای بایدن حتی در دوران انتخابات مقدماتی دموکرات ها هم روی همین سابقه تونست بالا بیا در بین اون همه همین میتونه پاشنه آشیلش هم باشه نه خانم پزشک؟ به هر حال جو بایدن آدمی هست که بارها بارها تلاش کرده رئیس جمهور آمریکا بشه، اولین بار حدود 30 سال پیش، بنابراین افکار عمومی او رو میشناسه و همین که چند بار تا به حال شکست خورده فکر نمی‌کنید که یک نقطه ضعف عمده‌ای میتونه برای او باشه؟ این که شکست خوردنش چقدر ممکنه نقطه ضعف باشه مطمئن نیستم، به دلیل اینکه خب اولا اون انتخاب اول خب خیلی قبل‌تر بوده و در سال‌های اخیر خب به هر حال تونسته خودش رو در 8 سالی که معاون اول آقای اوباما بود بین اون ائتلافی که آقای اوباما ایجاد کرد بسیار سابقه مثبتی داره و تو اون 8 سال تجربه بهتری از خودش به جا گذاشت و توی شرایطی الان هستیم. این حرف شما احتمالاً صادق می بود اگر که با یک کاندیدای مثل آقای ترامپ طرف نبود آقای بایدن. اون چیزی که ممکنه به آقای بایدن کمک کنه علارغم شکست‌هایی که قبلا خورده این هست که الان در زمانی به سر می‌بریم که بسیاری از نرم‌ها شکسته شده، آقای ترامپ اشباع کرده فضا رو و آقای بایدن به عنوان کسی که شناخته شده است و اتفاقاً از همین شناخته شدنش داره استفاده می‌کنه علیه تمام اتهاماتی که آقای ترامپ داره بهش می‌زنه. برای مثال سر همین مسئله نظم و قانون آقای بایدن عملا به مردم نگاه کرد و گفت شما من رو میشناسین، آیا من یک افراطی لیبرالم که بخوام بیام توی شهرها اینجا رایت به وجود بیارم؟ فکر میکنم این شناخت به کمک آقای بایدن میاد در مقابل کسی مثل آقای ترامپ و مسئله اقتصادی و تبعات کرونا در زمانی که نزدیکتر بشیم به انتخابات در پاییز. نکته جالبی اشاره کردید، هر دو نامزد آدم‌های بسیار شناخته شده ای هستند برای افکار عمومی آمریکا. به هر حال آقای ترامپ 4 ساله داره حکومت میکنه و آقای بایدن هم در 8 سال قبلش در کاخ سفید بوده به عنوان معاون رئیس جمهور. آقای غفوری، به نظر شما این آیا تأثیری داره روی اینکه مردم چطور ببینن این انتخابات رو، اینکه میدونن تقریبا با کی طرفن در این انتخابات؟ ببینید آقای ترامپ، کمپین دموکرات ها سعی داشتن انتخابات رو یه رفراندومی علی آقای ترامپ تعریف کنن، به خاطر همین هم از موضوع کرونا استفاده کردن، چون کرونا ربط مستقیم پیدا میکرد به وضعیت اقتصادی مردم و باعث شده بود که بگن آقای ترامپ نمیتونه به قول معروف مملکت رو اداره کنه، شایستگی این رو که بتونه توی کرونا اثبات کرده که در لحظات حساس شایستگی اداره کشور رو نداره. این روایتی بود که دموکرات ها ساخته بودن. آقای ترامپ و کمپین جمهوری خواهان اتفاقا روایت برعکسی رو ساختن، اومدن عوض کردن موضوع رو، گفتن اصلا موضوع حالا کرونا سر جاش، ولی الان موضوع کشور امنیته و اون چیزی که اصلا موضوع امنیت، بحث جرم و جنایت بحث تازه‌ای تو آمریکا هم نیست. از سال 1964 که یا بگیم حتی از زمان کندی 60 و انتخابات 1960 بحث این که بحث‌های نژادی، بحث‌های به قول معروف تظاهرات سیاهان، بحث‌های شبیه این همیشه موضوع اهمیتی بوده برای برای انتخابات مردم و جمهوری خواهان به طور پیوسته از این موضوع استفاده کردن. تنها دموکراتی که اومد تونست بر علیه جمهوری خواهان استفاده کنه آقای کلینتون بود سال 1996، ولی غیر از اون جمهوری خواهان از 1968 بهتره بگم 1988 زمانی که آقای جورج بوش پدر جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور بود و حتی زمان آقای ریگان از این موضوع استفاده کردن به نفع خودشون.
حالا الان فقط تفاوتی که وجود داره اینه که ترامپ چون رئیس جمهور مستقر هست، آیا باید ببینن که این موضوع رو میتونه به نفع خودش در نظر بگیره یا نه. اینکه ترامپ به عنوان کسی بود که از بیرون میخواست بیاد، یعنی دوره قبل بود، این موضوع حتما 100% به نفع آقای ترامپ بود. الان واقعا تست نشده، باید چک بشه. اما کاری درستی که از نظر کمپین جمهوری خواهان کردن اینه که روایت انتخابات رو از موضوع کرونا و اقتصاد برگردوندن به موضوعی که امنیت باشه و امنیت آمریکا، که اونا دست بالاتر دارن نسبت به آقای. و چطور این کارو کردن؟ موفق شدن این کار رو بکنن؟ آره دیگه، وقتی که شما یه زمانی فقط بحث کرونا است، هیچ اخبار کرونا در میاد که نمیدونم امروز اینقدر مردن، فردا بدتر میشه، ما دوران پیک کرونا رو داریم رد میکنیم، دوره پیک بعدی میخواد بیاد. وقتی هر روز خبر اینه، شما به عنوان رای دهنده دو تا کاندیدا رو با هم مقایسه میکنید، میگین کسی که باعث این وسوسه این آقای ترامپ. اما از اون طرف وقتی که بحث امنیت میشه و بحثی که جمهوری خواهان میتونن دموکرات ها رو به خاطر اینکه آقای بایدن و کمپین دموکرات به نظر من یه مقدار تأخیر داشتن در مورد مواجهه با این موضوع، اونها رو سرزنش بکنن که شما خیلی نرم برخورد کردین با این موضوع و نرم برخورد میکنین. دقیقا کاری که سال 1988 آقای جورج بوش پدر انجام داد یا نیکسون سال 1968 علیه همفری انجام داد توی انتخابات. وقتی این اتفاق میفته شما روایت عوض میشه و برعکس میشه. به نفع کمپین ترامپ حتما هست، اما اینکه به این معنی برنده بشه تو انتخابات یا نه بحث دیگه ایه. توجه داشته باشین، حالا اگر خواستیم من توضیح بیشتری رو در موردش که چجوری روی گروه های بلاک های رای تاثیر داره حتما بفرمایید. ببینید این اتفاق باعث میشه که شما انتخابات رو بر اساس اون بلاک های رای، یعنی گروه های ویژه رای که میخواین از اون رای بگیرین درست بکنین. میگین من تو کدوم ایالت ها چه گروه هایی باید به من رای بدن که من انتخابات رو ببرم یا یعنی اینکه شانس بردن من بیشتر باشه. کاری که آقای ترامپ میکنه اینه که بخشی از جمعیت قوم های شهری رو، زنانی رو که یه بچه های 10 12 13 14 ساله دارن، نگران امنیتشون هستن، اونها رو تارگت کرده. اونا کسایی هستن که در مینسوتا، توی ویسکانسین، توی میشیگان، این ایالتایی که امسال ایالتای به قول معروف رقابتی هستن توی انتخابات، اونا کسایی هستن که اینا واسهشون مهمه. سال 1996 بیل کلینتون همین آدما رو جمع کرد، با همین موضوع کرایم اتفاقا با جرم و جنایت یک ترمی در اومد به نام ساکرمان، مادران فوتبال، مادرانی که بچهای 12 ساله دارن، اینها خیلی نگران بچه‌هاشون هستن، به خاطر این ببرنشون کلاس فوتبال، بسکتبال، که درگیر موضوعات کرایم و جرم و جنایت اینها نشن. حالا این گروه رای تارگت ویژه آقای ترامپ هست که بهشون بگه آقای بایدن خیلی نرم برخورد میکنه و شما اگر میخواین امنیت بچه‌هاتون، امنیت شهرهای خودتون رو حفظ کنین، من کسی هستم که میتونم باهاش مواجه بشم. اشاره جالبی کردید به این زنان طبقه متوسط که اتفاقا در انتخابات میان دوره پیش هم تاثیرگذار بودن، اونها بودن که تعیین کننده بودن. الان هم همونجور که گفتید در واقع سیاست سرمایه‌گذاری رو اونها به نظر میاد تا اینجای کار دست کم تونسته کمپین رو ببره به اون سمتی که آقای ترامپ میخواسته. ولی آقای سوفیا مهر، شما در این زمینه چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این تا اینجای کار روشن است که به نظر میاد جواب داده، اما آیا ادامهش هم جواب میده؟ برای اینکه به هر حال آقای ترامپ الان در قدرت هست، ممکن است کسایی پیدا بشن بگن هر کاری از دست درمیاد میتونستی تا الان بکنی. اگه نتونستی تا الان، آمریکا ظرف هفته های گذشته و ماه های گذشته بعضی از بدترین تظاهرات، بدترین مثلا غارت و شرایط رو تجربه کرد که در خیلی از کشورهای اتفاق میفته که آمریکا دائم بهشون ایراد میگیره. ممکن است به آقای ترامپ بگن خب تو چطور نتونستی همین حالا این کار رو بکنی، بعداً در 4 سال آینده چطور میشه به تو اطمینان کرد؟ ببین، پیش از این که به پرسش شما پاسخ بدم، واکسن کرونا الان نزدیک بیش از یک ماه در مرحله سوم، یعنی اون فاز نهاییه و این دیگه نزدیکی به تایید شدن، و وقتی که واکسن به بازار بیاد مطمئنم خیلی قضایا عوض شد. ببینید، آمریکا یه سیستم فدرالی داره، نیروی به اصطلاح فدرال و نیروی ملی نمیتونه مستقیما وارد ایالت بشه بدون اینکه فرماندار اون ایالت درخواست دخالت از سوی دولت مرکزی و فدرال. ولی آقای ترامپ تهدید کرد در این دوره، نه در بسیاری از ایالت ها من میفرستم. آقای ترامپ همیشه گفته که چرا فرماندارها از ما تقاضای کمک و نیروی اضافی نمیخوان، اتفاقا توپو میندازه توی زمین اونا و
و میگه که خب شما اگه مشکل امنیت دارین و اینکه نمیتونین به تنهایی مشکل امنیتتون رو حل بکنید، چرا از نیروهای فدرال کمک نمیخواین؟ این اتفاقا به نفع آقای ترامپ شده. یعنی واقعا این درویی دموکرات‌ها رو نشون داده که از یه طرف اینها شکایت میکنن از نبود امنیت و غارت و اینا این غارت رو به اصطلاح محکوم نمیکنن، و آقای بایدن همین چند روز پیش تازه شروع کرد به محکوم کردن به اصطلاح این شورش ها و غارت ها و آتش زدن ها، و از طرف دیگه از نیروهای فدرال کمک نمیخوان. و تمام تاکید ترامپ این بوده که هر وقت که فرماندارها درخواست نیرو کردن ما سریعا نیرو میفرستیم. اتفاقا توی ویسکانسن و کنوشا وقتی که این بالا گرفت این آشوب ها، وقتی که نیروهای فدرال وارد شدن تونستن به اصطلاح این سرکوب ها این تظاهرات و یا این آشوب ها رو آرام بکنن. بله، اشاره شما به اینکه حالا این تظاهرات در واقع در جاهایی به غارت انجامید و اینها، یک سوی دیگه هم داره. کسانی هم هستند که میگن که اینها یک دلیل موجه داره و اون این هست که جان سیاهان اهمیت داره. در بسیاری از جاها پلیس به جان سیاهان بنزه کافی اهمیت نمیده. این به نظر شما استوفیان مهر چقدر تاثیرگذار هست؟ اینکه در واقع اقلیت‌ها در جامعه آمریکا احساس بکنند که جون اونها هم اندازه سفیدها اهمیت داره برای نیروهای پلیس و نیروهایی که در واقع نظم رو برقرار میکنن. ببینید، مسئله نژادی یه مسئله تازه نیست و این را نمیشه شما فکر کنید بگید که این مسئله و این تنش‌های نژادی با ترامپ به وجود اومده. در پیش از در زمان اوباما هم بود، زمان بله اوباما بود. بله، یعنی مسئله جدیدی نیست. و اینکه به اصطلاح این بعضی از این معترضین بله خواسته میخوام آقای سفیرمه بذارید من سوالمو دقیق تر بگم، شاید باید دقیق بگم. مسئله این نیست که این موضوع جدیدیه، موضوع جدیدی نیست، اما انتقاد میشه از آقای ترامپ که برخلاف بسیاری از سیاستمداران پیش از خودش، حتی سیاستمداران جمهوری خواه، در این دوره که به هر حال کشور دوپاره شده بود، بسیاری نگران وضعیت جان سیاهان بودن، بسیاری نگران وضعیت غارت و ناآرامی و اینها بودن، ادبیاتی که استفاده کرد به جای اینکه جامعه رو یک پارچه بکنه بیشتر جامعه رو چند پاره کرد. این انتقادی هست که آقای ترامپ وارده به عنوان رئیس جمهور. من نمیدونم تا چه اندازه میتونه این درست باشه یا چه اندازه این رتوریکیه که به اصطلاح اون کمپین ضد ترامپ و مخالفان ترامپ استفاده میکنن. ولی ترامپ به هر حال یک رئیس جمهور به اصطلاح غیر سنتی و غیر متعارفه و بعضی موقع حرفایی میزنه که به اصطلاح با اون نرم سیاست در آمریکا سازگار نیست. و اینکه ترامپ بخواد از مسئله نژادی استفاده بکنه، حالا لزوما این مسئله نژادی، ببینید بیس ترامپ و اون پایگاه اجتماعی ترامپ اون سفید پوستایی هستن که گفته میشه که از سیاست‌های پیشین آسیب دیدن و از یه طرف دیگه اینا رو محکوم میکنن به نژاد پرستی، به اینکه به اصطلاح اینا دارای امتیازات ویژه سفید پوستان هستن، در صورتی که همون سفیدان در فقر زندگی میکنن و شاید فقر اونا کمتر از فقر اقلیت ها اونا نباشه. این رتوریک ترامپ به اینا رو میتونه تهییج کنه و تهییج کرد اتفاقا توی انتخابات قبلی و به اینا بگه که شما در بزلا کاخ سفید یا حامی دارین. و اینجوری نیست، مسئله به این سادگی نیست که شما سفید باشین، ثروتمند، دارای مزیت های اجتماعی و سیاسی، اصلا سیاه پوست باشین. از اینا ساده سازی مسئله بود و ترامپ اومد از این ساده سازی مسئله نهایت استفاده رو کرد. خواهیم پس شما سرتون سکون میدادید در میان صحبت های آقای سوفیا مهر، با کدوم بخشش موافق نیستید؟ من فکر میکنم بحث این که آقای ترامپ از این اختلاف نژادی استفاده نمی کنه خیلی مشخصا میشه اشاره کرد به اصلا ورود آقای ترامپ به کمپین انتخاباتی و سیاست در عرصه سیاست در ایالات متحده.
آقای ترامپ 4 سال پیش وقتی 5 سال پیش وارد کمپین انتخاباتی شد از اون پله بعدی آمد پایین، اولین چیزی که متهم کرد مهاجران لاتین تبار رو متهم کرد به یک سری متجاوزی که میان اینجا غارت میکنن و کار رو از شما امریکایی ها میگیرن. آقای ترامپ این اختلافات رو ایجاد نکرده، بلکه تحقیقاتی که انجام شده در طول این سال ها نشون میده که روی این موج سوار شده، این دوپارگی در ایالات متحده وجود داشته و اونقدر هم مسئله این نیستش که چه کسی ممکنه ثروتمند باشه یا فقیر باشه یا حتی نژادی باشه، بیشتر جغرافیایی، هرچی به سمت غرب میریم این مسئله نژادی کمتر میشه، اختلاف نژادی. ولی خب آقای ترامپ قطعاً بر روی این سوار شده. یعنی شما پزشک چه فرقی هست بین اون عملکردی که آقای صحبت شد یادمون هست در ماهای پایانی ریاست جمهوری آقای اوباما هم اعتراضات گسترده بود، اعتراضات نژادی بود، علیه نژادپرستی بود، چه تفاوتی هست؟ چرا اینقدر انتقاد میشه از اون کاری که آقای ترامپ میکنه ولی خب مثلا ممکنه که اون انتقاد از آقای اوباما نمیشد؟ شما ببینید الان یک سیاه‌پوست موقعی که پشتش به پلیس بوده 7 مرتبه بهش شلیک شده، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، 7 مرتبه بهش شلیک شده. آقای ترامپ رفته توی اون شهر، بعد این خانواده حتی نام نیاورده. آقای ترامپ اون روز گفته بود که با کشیش خانوادگی اینها صحبت کرده، خانواده تکذیب کرده ما اصلا کشیشی نداریم، نمیدونیم با کی حرف زده. رفته توی کنوشا در مقابل یه مغازه‌ای که غارت شده مصاحبه کرده، صاحب مغازه حاضر نشد اونجا حاضر بشه کنار آقای ترامپ. کاری که کردن صاحب قبلی اون مغازه که اون مغازه رو فروخته آوردن که باهاش عکس بگیرن. از کسی که 7 مرتبه، کسی که 2 نفر تظاهر کننده رو کشته با یک اسلحه نیمه اتوماتیک، رفته توی یک ایالت دیگه، یک پسر 17 ساله که توی کمپین های آقای ترامپ شرکت کرده، میباله به اینکه طرفدار آقای ترامپ هست، از کسی که به جرم قتل الان دستگیر شده حمایت میکنه و میگه خب چاره نداشته، ترسیده و شلیک کرده، ولی صحبتی نمیکنه از خانواده ای که پلیس به ضرب 7 گلوله کشتنش. خب آیا اینها همه دلیلی میشه برای اینکه دونالد ترامپ عملکرد درستی نداشته در این زمینه؟ کاملا این رو نشون میده که داره به این شکاف ها دامن میزنه. یعنی شما نگاه کنید از شارلوتویل که اصلا آقای بایدن کمپینش رو با این پیغام شروع کرد که توی شارلوتویل آقای ترامپ گفت هر دو طرف ماجرا آدم های بسیار خوبی دارن، طرف دیگه سفیدپوستای نژادگرایی بود، به نژاد برتر اعتقاد دارن، بودن که از روی تظاهر کننده های مخالفشون با ماشین رد شدن که با مشعل هاشون اومده بودن. بذارید ببینیم آقای صوفیا مهر نظرشون چیه، چون به نظر میاد که ایشون نباید موافق باشن با این جور برداشت از قضایا. بفرمایید آقای صوفیا مهر. نبرد بین ترامپ و بایدن و یه نبرد خیر و شر به تصویر بکشن. ببین بایدن گذشته و کارنامه خوبی در مسائل نژادی نداره و بیشتر سیاست‌هایی رو که ازش دفاع کرده سیاستی که به یه نوعی به نفع سفیدپوستان بوده و ما نمیتونیم مثلا بایدن رو بگیم که این بایدن فرشته است و تمام مثلا تمام قدم هایی رو که برداشته درست بوده و ترامپ هم خطا بوده. سیاست مدار خصلت سیاست اینه که شما از این شکاف های اجتماعی، از این موج های اجتماعی استفاده بکنید. این ربطی به ترامپ و بایدن نداره، اصلا منطق سیاست در دموکراسی هست. حالا یه نفر یکی بگه که مثلا موضع اخلاقی بگه خب این اخلاقی نیست، اون یه بحث دیگه است. ولی اون کاری که سیاست مدارا انجام میدن، آقای ترامپ هیچ رذیلتی نداره که آقای بایدن نداشته، آقای بایدن فضیلتی نداره متوجه. بذارید ببینیم خانم پزشکم سرشون رو باز تکون میدن، من این بحث رو میخوام به یه جایی برسونیم بعد بریم سر موضوع. بعد کوتاه فقط اشاره بکنم، مسلما سیاست مدارها از موچای استفاده میکنن، ولی هدف کسی که قراره به نفع منافع ملی یک کشوری کار بکنه این هست که نه کشور رو دوپاره بیشتر و بیشتر نکنه، بلکه سعی بکنه شکاف ها رو بپوشونه. در این حال این تاکید بر شکاف هایی که آقای ترامپ داره ایجاد میکنه عملا تردیدی که در مورد تمام نهادهای دموکراتیک داره ایجاد میکنه، بهداشت عمومی رو سیاسی میکنه، نهادهای رسانه، تمام اینها رو داره سیاسی میکنه و اینها رو داره از بین میبره. هیچ کدوم از اینها به نفع دموکراسی در ایالات متحده نیست، به نفع مردم نیست، به نفع شخص آقای ترامپ هستش. یعنی اجازه بدید ما اینو با آقای قفوری هم مطرح کنیم. آقای غفوری، این مسئله همین زاویه، این که آقای ترامپ حمله میکنه به اون
ارزش‌هایی که در نظام دموکراتیک آمریکا جا افتاده، به پایه‌هایی که همه برای همه شناخته شده است. مثلا در الان یه بخش بزرگی از دموکرات‌ها میگن که نگرانن که او حتی اگر نتیجه انتخابات به نفع بایدن باشه نپذیره، چیزی که سابقه نداره اصلا و نپذیره اصلا از کاخ سفید خارج نشه. اساسا چقدر اینها پروپاگانداست، چقدر حرف علیه دونالد ترامپ، چقدر واقعا این عمل کرده او، این حمله او به رسانه‌های مرجع، به مثلا نهادهای مرجع بهش کمک کرده تا به حال؟ یه نکته اولش بگم، سال 1954 آقای آیزنهاور 1000 نفر رو فرستاد، 1000 تا از نیروهای فدرال فرستاد به کنزاس برای اینکه یه دختر بچه سیاه‌پوستی رو که تو مدرسه بهش به خاطر رنگ این پوست بودن نمی‌ذاشتن تحصیل بکنه، یعنی بره مدرسه. یعنی نیروهای فدرال تحت دولت تحت شرایطی اجازه داره که نیروهای فدرال بفرسته به ایالت‌ها برخلاف نظر فرماندار، و این کارو می‌کنه، می‌تونه بکنه در عمل. اما خب ما سابقه زیادی نداریم که همچین کاری کرده باشه. در مورد این موضوع شما، خب آقای ترامپ از این موضوع استفاده کرده و در تبلیغات هم به نفعش بوده دیگه. یعنی شما تمام این بحثایی که الان مطرح می‌کنید، اینها چیزاییه که در کمپین آقای ترامپ در اون دعوای خیلی شدید که گفته شد که از 2016 اصلا کتابی هم با همین موضوع درآمد، آرماگدون، How to Defeat Hillary Clinton، یعنی چجوری ما در نبرد خیلی شدید کلینتون رو شکست بدیم. بحث همین بود که ما چطور باید یک دنیایی از خیر و شر تعریف کنیم و در این دنیای خیر و شر حالا دموکرات‌ها شر هستند و جمهوری‌خواه خیر، کاری که حالا به نوعی دموکرات‌ها هم از اون بر انجام میدن، البته اینجوری نیست که فقط جمهوری‌خواه انجام بدن، ولی از لحاظ کمپینی به نفع کمپین آقای ترامپ عمل کرده به یک دلیل خیلی مشخص. برای اینکه ما تو انتخابات باید بتونیم، اگر بخوایم انتخابات رو ببریم، باید بتونیم اولا طرفداری خودمون رو تحریک کنیم که بیان به ما رأی بدن، و این رای دادن طرفدارای ما در گروه‌های رای که خوب ایالت‌های مرجع خیلی اهمیت داره، اون 12-13 ایالت سرنوشت ساز، و در نهایت این که بتونیم بخش‌هایی از گروه‌های ایندیپندنت رو که حالا به صورت سنتی اگر بخوایم بگیم به عنوان مستقل بیشتر به ریپابلیکن‌ها این جمهوری‌خواه رای میدن، اونها رو هم درگیر این موضوع بکنیم و بهشون بگیم مسئله شخصی شماست، شما مشکل به قول معروف امنیت دارین و این مشکل رو من میتونم حل بکنم با این کارهایی که دارم انجام میدم. یعنی روایت رو عوض بکنیم. این کاریه که آقای ترامپ داره انجام میده و به قول معروف برنامه تبلیغاتیشه برای انتخابات امسال. هنوز نتونسته کامل، یعنی هنوز همون گروه رأی که زنان به قول معروف قومی شهرهایی که ازشون ذکر شده، اینا کسایی بودن که 2018 برگشتن به نفع از طرف جمهوری خواهان به طرف دموکرات در انتخابات میتر، اینا هنوز به آقای ترامپ دوباره مثل 2016 برنگشتن. آقای ترامپ میخواد این کارو بکنه که اونا بهشون برگردن. در مورد بحث این که قبول بکنه یا نکنه، این بهترین مثالی که میشه زد، یعنی توضیحی که میشه داد در مورد انتخابات به طریق میل، یعنی از طریق پستی هست، که این مسئله ایه که میتونه این اتفاق رو اتفاقا دامن بزنه، برای اینکه نتایج رو زنده خود در نهایت توضیح بده. بیشتر بخوام میتونم بدم اگر نکنه که جالب هست این که میگید انتخابات پستی که به دلیل کرونا این دفعه هم بخش بزرگی از مردم ممکن هست که پستی رای بدن، و از الان مثلا آقای ترامپ در کارولینای شمالی است، درست میگم که گفته که برید دوبار رای بدید و باعث شده که دردسر بشه. ممکن یه مقدار توضیح بدید که چطور کار میکنه این رای پستی و چرا آقای ترامپ نگران این هست که در این در واقع تخلفی صورت بگیره و به خاطر همین گفته برید حتما رای بدید هم حضوری هم؟ نگرانی تخلفی که آقای ترامپ در نظر میگیره نگرانی نابجاییه، برای اینکه تخلفی صورت نگرفته، حداقل در گذشته صورت نگرفته. اتفاقا در گذشته گروه هایی که به صورت پستی رای میدادن یه مقداری به سمت جمهوری خواه بیشتر متمایل بودن توی کل، یعنی اوورال اگه در نظر بگیریم. اما تو انتخابات امسال ما دو تا مسئله در مورد انتخابات پستی داریم. مسئله اول اینه که شما یک سری ایالت ها هستن که شما میتونید بعد از روز الکشن، یعنی بعد از روز 3 نوامبر هم رای بدید. حدود 51 دو تا رای الکترال ما اینجا داریم. ایالت های مثل آیووا، ایالت اوهایو، مینسوتا که الان 12 تا رای الکترال داره. همین نورث کارولینا که شما گفتین 15 تا رای الکترال داره. اینا ایالتی هستن که 5 تا هستن که میتونن شما بعد از انتخابات هم رای بدید. این نتیجه روز شب انتخابات تعیین نمیشه. دوم ایالت هایی هستن که شما میتونین اجازه ندارین وقتی کسی رأیش رو پست میکنه تا شب انتخابات بشمرین و اون امضاها رو چک بکنین و چیزهای شبیه این. اینها هم سه تا ایالتی که آقای ترامپ تو انتخابات گذشته برد، یعنی میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین، به همراه ایالت
نیو همشایر، مین و یه ایالتی فکر کنم آیووا، اینا هم بوده 53-45 تا رای الکترال دارن که در مجموع کلا میشه حدود 105 تا رای الکترال. ما توی 105 تا رای الکترال ممکنه تا روز انتخابات به دلیل اینکه 50% مردم پیشبینی میشه که رای رو سر پستی بدن و امکانات ممکنه فراهم نشه که بتونیم رای های همه رو بشمونیم و حتی یه سری بعدا رای بدن، خب ممکنه نتیجه رو ندونیم. وقتی اتفاق بیفته هر کدوم از این کاندیداها میتونن روز انتخابات رای بالاتری داشته باشن، اما بعد از روز انتخابات ممکن نتایج انتخابات عوض بشه و دفع در بیاد. دو کاندیدای این دوره هر دو مسن هستن، اما خانم پزشک، آقای بایدن با انتخاب کاملا هریس یک کاری کرده که به نظر میاد که نقش معاون رئیس جمهوری هم اهمیت ویژه پیدا کرده. به هر حال با سن بالاتر احتمال درگذشت رئیس جمهور هم هست و اینکه یک زن بخواد به این شکل رئیس جمهور بشه ممکن است حتی در آرای او در حال حاضر تاثیر داشته باشه. به نظر شما آیا این تاثیر مثبت یا منفی؟ قبل از اینکه این سوال جواب بدم اجازه بدید دو سه تا نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم. در مورد این نیروهای فدرال صحبت شد، آقای ترامپ نیروهای هوملند سکیوریتی DHS رو فرستاده به پورتلند، نیروهای لباس شخصی ای که مشخص نیست لزوما از چه اداره ای اومدن. این یکی از مسائلی است که خب خیلی به شدت مورد انتقاده. در مورد اینکه آیا از کاخ سفید قبول میکنه که بره یا نه، خب خیلی نورم های هست که شکسته شده. مثلا اینکه آقای ترامپ کمپینش رو در کاخ سفید برگزار کردن توی کنوانسیون جمهوری خواه، این اصلا یک اقدام بی سابقه بود و جمهوری خواه اول میگفتن اصلا امکان نداره، نمیشه، ما خودمون منتقدیم، ولی این کار رو کرد آقای ترامپ. بنابراین همونطوری که آقای غفوری هم گفتن، اگر که قرار باشه رأی های پستی که بعداً شمرده میشه تغییری در روند آرای ایجاد بکنه، هیچ اعتباری به این نیست که آقای ترامپ نخواد بپذیره و طرفدارانی رو تحریج بکنه که الان هم دارن سلاح دست میگیرن و وارد خیابون ها میشن. این دو نکته رو میخواستم بگم. من اینکه خب مسئله شر و خیر به نظر من قطعا هیچ سیاست مداری فرشته نیست از جمله آقای بایدن. فکر میکنم در اصلا سیاست عرصه سیاست کسی بشه گفت که فرشته هست یا شیطانه، ولی اون چیزی که آقای ترامپ داره در مورد امریکا میسازه فقط هم این گروهی که الان همراه آقای ترامپ هستن رو میگم، نه جمهوری خواهایی که دارن سعی میکنن که برگردن به نرم های قبل‌تر، به سمت دوزخ دارن میکار میبره، یعنی این کشور رو دوپاره میکنه. مسئله امنیت خود ایالات متحده است. در مورد سوال شما و معاون ریاست جمهور، خب در طول سالهای گذشته و دهه‌های گذشته خیلی تاثیرگذار نبوده معاون ریاست جمهور، یعنی باعث نشده که پیروز بشه کاندیدایی به خاطر معاون ریاست جمهور، شده به شکست منجر شده. یعنی اگر که قرار باشه که معاون رئیس جمهور کاندیدا خودش خبر بشه، مثل خانم پیلن در این مثال، اون میتونه تحت تاثیر قرار بده، ولی اگر که قرار باشه که مثبت باشه، مطمئن نیستم. حداقل ما در داده‌هایی که در طول چند دهه گذشته داشتیم به نظر نمیاد که معاون رئیس جمهور تاثیر زیادی داشته باشه، فقط احتمالاً برای کسانی که ممکن بود مردد باشن در مورد همین سن بالای آقای بایدن، یک آرامش خیال رو بده که خب کسی هست که میتونه کارو کنترل بکنه. و سابقه خانم کامالا هریس جوری هست که حداقل به نظر میاد که تا الان تونسته نشون بده که از اون انتقادهای خیلی جدی که مثلا خود خانم کلینتون به عنوان یک زن در معرضش بود در امان بوده و به اون شدت حمله نبوده. بنابراین فکر نمی‌کنم تاثیر خیلی معناداری داشته باشه. میتونه باعث بشه که دموکرات‌هایی که مایل هستن که زن‌ها و اقلیت‌ها بیشتر نشون داده بشن، اونها ترغیب بشن که رأی بدن. آقای سوفیا، نظر شما در این باره چیه؟ فکر می‌کنید که انتخاب خانم هریس میتونه تأثیری بذاره روی کمپین آقای بایدن، روی رأی آقای بایدن یا نه؟ خانم هریس به اصطلاح یک سیاستمدار به اصطلاح دوده چراغ خورده این نیست و اینکه یک سیاستمداری باشه که بتونه ضعف‌های بایدن رو جبران کنه. ببینید، از شما اشاره کرد به مسئله سالخوردگی. این مسئله در مورد بایدن جدیه و اینکه ایشون مصاحبه میکنه و میان مصاحبه اصلا یادش میره سوال چی بوده و اصلا یه پاسخهایی میده که ربطی به پرسش نداره. این مسئله سلامتی ذهنی آقای بایدن رو به یه مسئله اساسی مطرح کرده. ببینید، آقای بایدن این اصلا شاید بی سابقه باشه در تاریخ آمریکا که یه کسی نامزد ریاست جمهوری باشه، سخنرانی میکنه و بعد از سخنرانی در حضور خبرنگاران
تریبون رو ترک میکنه و به پرسش‌های خبرنگاران نمیخواد پاسخ بده. ببینید یعنی آقای بایدن هزینه پاسخگویی به خبرنگاران رو بیشتر از ترک تریبون میدونه. ببینید این دیگه به اصطلاح ناگفته پیداست که آقای بایدن اینطوری که داره این پیام رو ناخواسته، البته ناخواسته و این بسیار بسیار ضرر زده و آسیب زده به بچه آقای بایدن متوجه. اینه که ایشون حتما خیلی رابطه خوبی با خبرنگاران نداره. آقای ترامپ هم خیلی راحت و مستقیم به خبرنگارها میتازه معمولا نه؟ ببینید بله آقای ترامپ کلکل زیاد میکنه با خبرنگاران، ولی وارد میدون میشه آقای بایدن به خاطر اینکه ترس داره به اصطلاح از بدون نوشته حرف بزنه. این مسئله است، مسئله اینکه سالخوردگی و به اصطلاح اون توانایی رئیس جمهور رو زیر سوال میبره، اینکه ترامپ رفتارش تنده با خبرنگاران که این بحثی نیست. منظورم این نیست، منظورم اینه که آقای بایدن در شرایط از لحاظ توانایی خودش رو در وضعیتی نمیدونه که با پرسش‌های چالش برانگیزی مواجه بشه و چون که آمادگی قبلی رو نداره پاسخگاهی بده و در گذشته خیلی ایشون گاف داده و این به اصطلاح باعث بشه به بچه ایشون بیشتر آسیب بزنه و این مسئله است. خانم پزشک شما مخالفین بفهمید؟ من فکر میکنم که اگر قرار باشه مصاحبه های آقای ترامپ خصوصا اخیراً رو ببینیم، انقدر سوژه از توش در اومده که فکر میکنم که نمیشه، چون آقای ترامپ هم همچنین تفاوت سنی زیادی نداره و همه این ویدیوها توی این مصاحبه های اخیرش خب نشون دهنده اینه که خود اون هم خیلی اوضاع بهتری نداره. همین چند وقت پیش بود که صحبت این بود که تست هوش گرفته بودن ازش و خیلی فخر میفروخت که من بسیار باهوش هستم و تست بسیار سخت بودم و تعریف کرد که خب تستش چی بوده، که گفته زن، مرد، تلویزیون، در، اینها رو تکرار بکنیم و این تستی بوده که جواب داد. من فکر نمی‌کنم که این تاثیرگذار باشه. مسئله مهمیه، ولی اتفاقا من نظرم موضوع رو جمهوری‌خواها جوری پیش بردن که اگر آقای بایدن بتونه توی این دیبیت‌های انتخاباتی، مناظره‌های انتخاباتی خوب ظاهر بشه، کمی که در مقابل آقای سندرز خوب ظاهر شد و از اون انتظارات کمی که جمهوری‌خواها ایجاد کردن بالاتر ظاهر بشه، خب مسلماً اینا این بازی رو در این بخشش باختن، چون الان انقدر در مورد آقای بایدن طوری صحبت میکنن که اصلا این آدم دیگه کارایی نداره که وقتی میاد حرف میزنه به دوربین نگاه میکنه، اتفاقا بدون تلفرامتر میاد و حرف میزنه، اون وقت به مشکل برمیخورن. بنابراین درسته که آقای بایدن گاپای زیادی میده، درسته که آقای بایدن سخنورترین سیاستمدار در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی اونطوری که جمهوری خواهان دارن تعریفش میکنن در نظر با واقعیت تطابق نداره و در عمل اگر در مناظرات آقای بایدن همون چیزی ظاهر بشه که در مناظرات مرحله مقدماتی ظاهر شد، اون وقت مشکلات خیلی جدی‌تری مواجه میشه. من دو تا موضوع رو میخوام مطرح بکنم. خیلی کوتاه میخوام اول از آقای غفوری این داستان سوشال مدیا فضای مجازی رو بپرسم که اگه یادتون باشه در دور پیشین انتخابات بسیار بعد از انتخابات روش صحبت شد با اون قضیه کمبریج آنالیتیکا و اینکه چقدر احتمالاً رأی ها با خبرهای غیر واقعی فیک نیوز دستکاری شده، حتی احتمال در واقع دستکاری از طرف روسیه مطرح شد و اینها. این دوره واقعا چقدر تأثیر داره؟ هنوز همون نگرانی ها سر جاش هست؟ من قبلش راجع به خانم هریس بگم که گفتیم که چه معاون رئیس جمهوری تأثیر داره. ما توی تاریخ آمریکا حتی از سال 1962 تا امروز تنها رئیس معاون رئیس جمهور که باعث بردن رئیس جمهور شده جانسون بوده به نفع کندی که تگزاس واسش برده توی 1962. بعد از اون واقعا معاون رئیس جمهورش تأثیر نداشته، فقط انگیش کرده طرفدار بود. در مورد حرف شما همین که والا همون 2016 هم بیشتر از اینکه واقعیتی باشه که این اتفاق افتاد، چون دو تا کمپین بود، یک کمپین بود از طریق همون کمبریج آنالیتیکا توی لندن و دومی هم از طریق به قول معروف توی سن پیترزبورگ توی روسیه، که اینها به نوعی به دو طریق مختلف، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، به نفع آقای ترامپ عمل کردن. اما ما هیچ تحقیقی نداریم که نشون بده این توی اون انتخابات به نفع ترامپ عمل کردن باعث برنده شدن ترامپ شد، یعنی به صورت معنیدار بتونیم نتیجه بگیریم که اون دو تا کمپینی که انجام دادن هم توی سوشال مدیا و از طریق اون ابزار دسترسی به اطلاعات فیسبوک به نفع آقای ترامپ شد. این اتفاق نیفتاد،
یعنی حداقل تحقیقی که اینو بتونه از این نتیجه رو بگیره نداریم. دوم اینکه کاری که آقای ترامپ کرد توی انتخابات، یعنی کمپین آقای ترامپ کرد و اون دو تا کمپین کردن تو سال 2016 شبیه کاری بود که کمپین آقای باراک اوباما کرد تو سال 2012 اتفاقا خیلی شبیه هم بود، فقط اون زمانی که آقای اوباما این کار رو کرد غیر قانونی نبود. سال 2016 فیسبوک دسترسیشو بسته بود، اینا این رو به صورت غیر قانونی یک سری اطلاعات از طریق API فیسبوک دست آوردن، همین، وگرنه غیر از اون هیچ تأثیر خاصی به اون معنایی که تاثیرگذار باشه نداشت. نه. در مورد انتخابات امسال هم فکر نکنم به قول معروف تأثیر آنچنانی داشته باشه. و توجه هم بکنین هر کمپین از ابزار سوشال مدیا علیه همدیگه استفاده میکنن، هر کی زرنگتر باشه میتونه بیشتر انگیج کنه طرفدارای خودش. صحیح. بحثی که واقعا میخوام در دقایق پایانی برنامه در 15 دقیقه که مونده راجع به صحبت بکنیم بحث سیاست خارجه است، که خب سیاست خارجه آقای ترامپ ظرف 4 سال گذشته بسیاری نقاطی داشته که غیر معمول بوده برای بسیاری از مردم جهان. تصمیماتی که او گرفته به نظرشون غیر عادی بوده، اما بیشتر از همه برای مخاطبان ما در ایران این قضیه اهمیت داره. آقای صوفیا مهر، فکر میکنید که آقای ترامپ یا بایدن در 4 سال آینده هر کدوم که انتخاب بشن آیا تأثیر معناداری در وضعیت زندگی مردم در ایران خواهد داشت یا نه؟ ببینید، بذاریم به جای اینکه روی تأثیر روی زندگی مردم ببینید روی رفتار جمهوری اسلامی میتونه تأثیر بذاره یا نه. ببینید آقای ترامپ به واسطه این فشار حد اکثری هزینه به اصطلاح گفتگو و مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا رو بسیار بالا برده، به گونه ای که بعضی از کارشناسان اعتقاد دارن که اگر جمهوری اسلامی بخواد به اصطلاح به تمام این شروط ترامپ تن بده دیگه جمهوری اسلامی تغییر ماهیت داده و یه رژیم دیگه ای میشه. آقای بایدن دست کم در این سطح کمپین و تبلیغات کمپین گفته که به برجام بر میگرد. الان به نظر میاد چیزی از برجام باقی نمونده و جمهوری اسلامی از بسیاری از خطوط برجام گذر کرده و اینکه حالا آقای بایدن بخواد برگرده به هر حال باید یه جوری به توافق برسن با جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح این عدول از برجام هم خب تصحیح کنه. اگر که بخوان این کار رو کنن خب یعنی یه برجام جدیدتر. مشکل اینه که الان اعتماد جمهوری اسلامی به آمریکا بسیار بسیار کاهش پیدا کرده و تنها به اصطلاح معاهده و توافقی که میتونه اعتماد جمهوری اسلامی رو جلب بکنه توافقیه که صرفا بر اساس امضای رئیس جمهور نباشه، بلکه در سنای آمریکا هم تایید و تصویب شده باشه و سنا به اصطلاح حتی اگر اکثریتش با دموکرات باشه به دلیل جو ضد جمهوری اسلامی که در سنای آمریکا هست به هیچ وجه همچین تاییدیه رو به آقای بایدن نمیده. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ مشوقی رو نداره به این معنا که بیاد توافق حتی با آقای بایدن انجام بده، از ترس اینکه اگر که بایدن از کاخ سفید خارج شد در صورت انتخاب باز رئیس جمهور جمهوری خواهی سر کار بیاد و زیر همه چیز نزنه. بنابراین مشکلات انتظارات دو طرف از یکدیگر بالاتر رفته، اعتماد دو طرف کاهش پیدا کرده و همین باعث میشه که چندان تغییر معناداری چه بایدن در کاخ سفید باشه چه ترامپ باشه به وجود نیاد. برای اولین بار خانم پزشک که با شما موافقن. من موافقم. من فکر میکنم که این تصور این که اگر آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا بکنه یک شب الان تمام مشکلات ایران حل میشه و نظرم تصور درستی نیستش، به دلیل اینکه برجام عملا بسیاری از دست رفته است و خب خیلی از تحریم هایی که ایالات متحده به طور یک جانبه اعمال کرد الان در قوانین مختلف جاسازی شده و باز کردن این گره کور تحریم ها یک کار بسیار پیچیده و زمان بری خواهد بود.
و فقط مسئله ایالات متحده نیست اینجا. این دوران آقای ترامپ یک سابقه ایجاد کرده که تاثیراتش تا سالها بعد از خودش باقی خواهد موند و این ائتلاف‌های جهانی، قراردادهای جهانی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و خب افول شورای امنیت همه اینها رو به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که هم ایران هم اروپا هم سایر کشورها دیدن که امکانش هست که ایالات متحده از یک توافق چند جانبه خارج بشه تو شرایطی که طرف تعهد به تعهدات خودش پایبند بوده. سخت ترین تحریم های یک جانبه و تحریم های ثانویه رو اعمال بکنه برخلاف تمام خواسته های متحدین سنتیش، یعنی اروپایی ها، بره وزیرهاش برن در کشورها و پایتخت های کشورهای مختلف کمپانی ها رو تهدید بکنه که اگر با ایران قرار باشه مبادلاتی داشته باشیم تحریم های ثانویه شامل حالتون میشه و ایران هیچ کاری نکنه. خانم پزشک، ولی شنیدید که آقای ترامپ گفت من به محض اینکه انتخاب بشم ماه بعد با ایران مذاکره میکنم. ببینید، آقای ترامپ از زمانی که اومد سر کار این رو گفت و احتمالاً در اون چند ماه اول که آقای تیلرسون سر کار بود، جیمز مرس سر کار بود، اگر که ایران میتونست در اون زمان به پای میز مذاکره برسه و مذاکره رو با آقای ترامپ شروع بکنه، ممکن بود به این گره کوری که امروز رسیدیم نمیرسیدیم. این بار هم گفته، یعنی میگه همواره روی تاکید، ولی دست ایران الان خالیه. یعنی شما ببینید الان ایران اگر بخواد با آقای ترامپ مذاکره بکنه، دیگه مذاکره به معنی بده دستان نخواهد بود. شما چه مذاکره میخواین بکنین با کسی که یک مقام ارشد نظامی شما رو که توی یک سفر رسمی بوده توی یک کشور همسایه ترور کرده، مسئولیتش رو در عموم پذیرفته و هیچ کاری نتونسته بکنه، یا هیچ کشوری کاری نخواسته بکنه، چطوری میخواین با این کشور مذاکره بکنیم و ازش امتیاز بگیریم؟ مذاکره اگه به معنی بدبستان باشه، این جمهوری اسلامی متوجه. به معنی جمهوری اسلامی دولت یک کشور یک سری دستاوردهایی داشته باشه، چه دستاوردی میتونه از آقای ترامپ بگیره تو شرایطی که از نظر اقتصادی هیچ راهی رو به جلو نداره، از نظر سیاسی منزویه؟ این حمایت‌های اروپایی‌ها به معنی حمایت از ایران نیست، به دلیل اختلافاتشون با آقای ترامپ و شیوه اجرایی آقای ترامپ. و به همین دلیل من واقعا راهکاری نمی‌بینم که فردای روزی که آقای بایدن سر کار بیاد مشکلات ایران یک شبه قرار باشه حل بشه. بسیار طاقت فرسا خواهد بود. گرچه که به هر حال بازگشت به برجام راه گفتگو و بدبستان رو باز میکنه، ولی اینطور نیست که برگردیم به 4 سال یا 5 سال گذشته. خیلی سخت‌تر از این حرف هست. آقای غفوری، نظر شما چیه؟ به خصوص که ما دیدیم مثلا ظرف سال‌های گذشته، ظرف به خصوص یک سال اخیر، ایران به نظر میاد که داره تلاش میکنه وقت بخره تا به انتخابات برسه، تا این انتخابات آمریکا، با این امید که حالا شاید ترامپ بره و نفر بعدی قابل مذاکره باشه. این برداشتی هست که بسیاری از صاحب نظران میکنن. نظر شما چیه؟ ولی من متخصص سیاست خارجی نیستم، این رو از منظر سیاست داخلی آمریکا میتونم بفهمم این موضوع برجام رو. و اون هم اینه که ببینید توی این سالها سیاست خارجی آمریکا برخلاف رویه سالهای قبل، یعنی قبل از دهه 90 و حتی اوایل سال 2000، خیلی متاثر از سیاست داخلی. توی نوار انتخابات برگزار میشه، فرض کنید آقای بایدن، ما با این فرضی که ایران خوشبینه که آقای بایدن برنده بشه، آقای بایدن برنده میشه. ما الان مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواه دموکرات هاست و احتمالا در اختیار دموکرات ها خواهد بود. مجلس سنا در اختیار ریپابلیکن هاست و احتمال داره دموکرات ها مجلس سنا رو ببرن، یعنی اکثریتی رو تو مجلس سنا به دست بیارن. ما بعدش انتخابات ایران رو داریم، یعنی یک سال و این پروسه انتخابات آمریکا تا انتخابات ایران و این حالتی که قراره بینشون تصمیم گیری بشه که عملا غیر قابل تصمیم گیریه، یک سال طول میکشه تا این اتفاق بیفته. بعد از اون که رئیس جمهور ادمنستریشن ایران اومد، ادمنستریشن آمریکا هم آقای بایدن یک سالش گذشت، ما سال بعدش حدود 7-8-9 ماه بعدش انتخابات دوباره میان دوره‌ای تو آمریکا رو داریم. انتخابات میان دوره‌ای اتفاقا رئیس جمهور دست بالاتر رو نداره، احتمال داره که دموکرات‌ها بتونن، جمهوری‌خواه بتونن مثل سال 2010 مجلس نمایندگان رو بگیرن و مجلس سنا هم رأی‌های انتخابات مجلس سنا به خاطر خاصیت ویژه‌اش اتفاقا در سال 2022 به نفع جمهوری خواه خواهد بود. یعنی اگه بخواد این اتفاق بیفته، آقای بایدن هر توافقی که بخواد با ایران بکنه، آقای صوفیانی اون بحث مجلس سناشون رو خیلی درست مطرح کردن به نظر من، در درگیر اختلافات داخلی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و درگیر اون گروه هایی که به قول معروف گروه های هاک حزب دموکرات قرار خواهد گرفت که اصلا مخالف هر گونه رابطه‌ای با ایران هستن. تازه حتی اگر هم بخواد به برجام برگرده، برجام قبلی رو برنمیگرده، چون اتفاقی افتاده که برجام تونسته از برجام بیاد بیرون آقای ترامپ.
و آقای بایدن اگر بخواد حتی برجام برگرده، حتی بخش‌های از طرفداری خودش هم راضی کنه، به خصوص در مجلس سنا دموکرات‌های ایران که طرفدار اسرائیل هستن، اونها مجبورن که یه امتیازات بیشتری رو از ایران بگیرن. و همونطور گفته شد، خانم پزشک گفتن واقعا ایران دست بالایی رو توی این مورد نداره. به خاطر این مقطع از مقافل می‌کنم با خودم، اتفاقا اگه ایران علارغم تمام این موضوعات با ترامپ دیل بکنه، خیلی راحت‌تر می‌تونه دیل بکنه با هر ادمنستریشنی بعد از. من خیلی کوتاه می‌خوام یه نگاهی هم بکنیم به رای دهندگان ایرانی در آمریکا. آقای سوفیان، به نظر شما رای ایرانی‌ها چه کسی در آمریکا؟ اگه کوتاه بگید ممنون می‌شم. من فکر کنم ایرانی‌های داخل آمریکا هم مثل بقیه آمریکایی‌ها به اصلاً این تابع این فضای دو قطبی هستن و واقعاً نمی‌دونم آمار دقیقی وجود نداره که بگیم که ایرانی‌ها بیشتر طرفدار ترامپ یا طرفدار بایدن هم. ولی به نظر می‌ذاریم ایرانی‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن بیشتر گرایش دارن به سمت ترامپ، چون که فکر می‌کنن ترامپ به اصطلاح تونسته فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و این دست جمهوری اسلامی رو در پیشبرد سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ایش بسته و الان در عراق دچار مشکل شده، در لبنان دچار مشکل شده و با تداوم این فشارهای حداکثری جمهوری اسلامی هیچ گزینه مطلوبی نداره. گزینه بدش در قبال گزینه‌های بدترش تسلیمه و یا اینکه تن بده به فروپاشی. بله، خانم پزشک نظر شما چیه در این باره؟ از اونجایی که داده دقیقی نداریم واقعا سخت دارم. من بر اساس تجربه شخصی خودم میتونم بگم که یک بخشش همینطوری که اشاره کردم، بله، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و عملا براندازی به هر قیمتی براشون فرق میکنه و مهمتره به جمهوری خواه ها گرش دارن. ولی ایرانیانی، و فکر میکنم این شاید مهم باشه که حداقل به عنوان تجربه شخصی اشاره بکنم، ایرانیانی که در جامعه آمریکا در واقع انطباق بیشتری پیدا کردن و حوزه‌های کاریشون متفاوت هست، اونقدر درگیر سیاست خارجی ایالات متحده نیستن، خیلی بیشتر سیاست داخلی خود ایالات متحده براشون اهمیت داره و اینکه زندگی روزمره‌شون اینجا چه تأثیری داره تا اینکه چقدر ممکنه که وضعیت ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی براشون تعیین کننده باشه. این رو هم من به تجربه شخصی دیدم که تاثیرگذار بوده و اون مسئله میزان حساسیتشون به مسئله سیاسی ایران تعیین می‌کنه که چقدر اصلا براشون تعیین کننده باشه. اون وقته که مسئله داخلی و خب اینکه چقدر گرایش‌هاشون به دموکرات‌های جمهوری‌خواه نزدیک‌تر باشه می‌تونه تصمیم گیرنده باشه. متشکرم از همه شما که در این برنامه شرکت کردین، در این بحث بودین، خانم پزشک، آقای غفوری و آقای سوفیان مهر. بعد توضیح بدم که ما ظرف دو ماه آینده هر جمعه برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در مورد انتخابات آمریکا که سعی می‌کنیم به مسائل جزئی‌تر، مسائل جالب انتخابات آمریکا که همونطور که گفتم انتخاباتی است که روی زندگی بقیه مردم جهان هم تأثیر داره به اونها بپردازیم. با همکاران خودمون صحبت خواهیم کرد، همکارانمون که در آمریکا خبرهای مربوط به انتخابات رو پوشش میدن، با اونها صحبت میکنیم و بیشتر سعی خواهیم کرد که جزئیاتی رو از وضعیت انتخابات آمریکا پوشش بدیم که معمولاً در خبرهای دیگه در رسانه‌های فارسی زبان به اونها چندان پرداخته نمیشه. خبرهای روز انتخابات آمریکا، خبرهای مهم اون هفته رو در برنامه‌های ویژه ما که هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران پخش خواهد شد میتونید ببینید. اگر علاقمند هستید که برنامه‌های ما رو به صورت صدا بشنوید، میتونید روی تلگرام بی بی سی فارسی فایل صوتی ما رو بشنوید. همینطور اپلیکیشن‌های پادکست هم برنامه ما رو دارند. اگر که صفحه 2 رو اونجا جستجو کنید، حتما میتونید این برنامه رو پیدا کنید و به صورت صدا بشنوید. اگر علاقمند هستید برنامه رو دوباره ببینید، سایت یوتیوب بی بی سی فارسی آرشیوی از برنامه‌های ما رو در اختیار شما می‌گذاره که می‌تونید همه اونها رو هر لحظه که خواستید ببینید. ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. شب و روزتون خوش.